سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. به سری داستان‌های کوتاه و شگفت‌انگیز آیتا هم خوش آمدید. بعضی از کتاب‌ها برای ما قصه می‌گویند تا بخوابیم و بعضی دیگر قصه می‌گویند تا ما بیدار شویم. می‌خوایم داستانی الهام بخش به زبانی ساده به نام گل صداقت رو توی این برنامه براتون بگیم. قبل از هر چیزی اگه تازه به کانال ما پیوستین، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما مطلع بشید. دویست و پنجاه سال پیش از میلاد در چین باستان شاهزادهی تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کند تا دختری سزاوار را انتخاب نماید. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را شنید به شدت غمگین شد، چون دختر او مخفیانه عاشق شاهزاده بود. دخترش گفت او هم به آن مهمانی خواهد رفت. مادر گفت تو شانسی نداری، نه ثروتمندی و نه خیلی زیبا. دختر جواب داد می دانم، هرگز مرا انتخاب نمی کند، اما فرصتی است که دست کم یک بار او را از نزدیک ببینم. روز موعود فرا رسید و شاهزاده به دختران گفت به هر یک از شما دانه ای می دهم. کسی که بتواند در عرض 6 ماه زیباترین گل را برای من بیاورد ملکه آینده چین می شود. دختر پیرزن هم دانه را گرفت و در گلدانی کاشت. 3 ماه گذشت و هیچ گلی سبز نشد. دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و راه گلکاری را به او آموخت، اما بی نتیجه بود. گلی نروید. روز ملاقات فرا رسید. دختر با گلدان خالیش منتظر ماند و دیگر دختران هر کدام گل بسیار زیبایی به رنگ‌ها و شکل‌های مختلف در گلدان‌های خود داشتند. لحظه موعود فرا رسید. شاهزاده هر کدام از گلدان‌ها را با دقت بررسی کرد و در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود. همه اعتراض کردند که شاهزاده کسی را انتخاب کرده که در گلدانش هیچ گلی سبز نشده است. شاهزاده توضیح داد این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار همسری امپراتور می‌کند. گل صداقت. همه دانه هایی که به شما دادم عقیم بودند. امکان نداشت گلی از آنها سبز شود. نکته. راستی یگان سکه‌ای است که همه جا قیمت دارد. این داستان کوتاه از کتاب نیم کیلو باش ولی خودت باش، اثر سعید گل محمدی بود. ممنون از همراهی شما عزیزان. نظرات و پیشنهادهای خودتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. موفق و شاد باشید.